الناقض الثامن الذي يجب الحذر منه التحذير منه. به بیان هشتمین مورد از نواقض اسلام میپردازیم که هم باید ازش برحذر باشیم و هم دیگران رو ازش برحذر بداریم. المؤمن لابد ان يحب في الله حب كامل. مؤمن رو باید به خاطر الله متعال دوست داشت. والكافر لابد ان يبغض في الله بغض كامل. و همچنین به طور کامل از کافر نفرت داشت. اذا وجد عندنا من يحب اهل الكفر، اگر در میان ما کسی باشه که کافران رو دوست داشته باشه، ويريد ان هؤلاء الكفار هم الذين يسيطر على المسلمين ويكون لهم الحكم ويكون لهم الدوله، و دوست داشته باشه که این کافران بر مسلمان ها غلبه بکنند و سیطره پیدا بکنند و بر مسلمان ها حکمرانی بکنند، فإن اعتقد هذا اعتقد محبته للكفر، اگر این اعتقاد رو داشته باشه، یعنی اعتقاد به محبت کافران داشته باشه، محبت ما علیه الكفار، و به رویکرد و روش‌های کافران اعتقاد داشته باشه، و اراد ان هؤلاء يكون لهم الحكم والدوله، و خواهان این باشه که کافران بر مسلمانان سیطره و غلبه داشته باشند و بر اونها حکمرانی بکنند، هذا ناقض من نواقض الاسلام، این جزو نواقض اسلام هست. نعم، لا يمكن ان يحب الكافر في الله، لا بد يبغض في الله، و درست نیست که کافر رو کسی دوست داشته باشه، بلکه به خاطر الله کافران رو دوست نداریم، ولا يمكن ان نعين الكافر على المسلم، و نباید کافران رو در برابر مسلمانان یاری کنیم، او نتمنى ان يكون الكافر هو الذي له الحكم والرئاسه على المسلمين، یا تمنای سیطره و حکمرانی کافران بر مسلمانان رو داشته باشیم. نعم، فهذا الناقض يجب الحذر منه، لكن ناقض في الاعتقاد. این مورد هم از نواقض اسلام است، البته از نواقض اعتقادی. والله أعلم.